درود به همه شما عزیزانم، همه شمایی که با مهر و لطف و اون صمیمیت خاصتون ایران فردا رو دنبال میکنید. چند روز پیش داشتم با آقای عطای معینی دوست عزیزم مدیر GLV صحبت میکردم و وقتی گزارش به من میداد که حالا اون ستلات جداست، چند نفر از طریق GLV دارن برنامه رو میبینن و روی چه برنامه هایی تأمل میکنن، برام واقعا افتخار آفرین بود و این توفیق رو مرهون همکاران عزیزم هستم که با صمیمیت اغلب در برابر در واقع دستمزد هایی که بعد عنوان یارانه بهش داد، اونطور خیلی جاهای دیگه خیلی بیشتر میدن، ولی اونطور صمیمانه با من همکاری میکنه. واقعا سپاسگزارم از تک تکشون و همینطور از شماها. قبل از اینکه پیام های شما رو بشنویم، بذارین دو موضوع رو بگم که نظر شما رو در داخل ایران و منطقه خاورمیانه خیلی برام مهمه. ما اونطور که به شما وعده داده بودیم باید دقیقا از اول ماه میرفتیم روی هاتبرد. تو این گیرودار قرار دادم بستیم و کاراشو کردیم. یک موجی از شماها به من آمد که آقا رو هاتبرد نرید، الان هاتبرد رو ایران خیلی بد شده، پارازیتا وحشتناک، بهید رو یاست. ما یه تجربه کوتاه با یاست داشتیم، تجربه خوبی هم بود، ولی در چون قراردادمون با یوتلسات ادامه داشت تا پایان سال و یک ماه قبلش باید اعلام میکردیم، یه مقدار نشد، به تعویق افتاد. الان نظر شما رو میخوام. تو این یک هفته باقی مانده، تو این 10 روز، شما لطف کنید روی تلفن ما که میبینید اینجا براتون شمارش میاد مرتب، زنگ بزنید و پیاماتون رو بگذارید، اونا جدا، ولی در رابطه با هاتبرد و یاست این رو اعلام بکنید. خواهش میکنم بگید از مناطق مختلف کشور. یوتلسات جزی از هاتبرده، یوتلسات هم متعلق به هاتبرده، الانم دو بیم مخصوص اون منطقه داره، یکیش که ما هستیم، یکیش یکی دیگه است، بعضی از تلویزیون های دیگه امتحان کرده. اشکال یوتلسات آسیب پذیریش در برابر پارازیته. حالا مثلا هاتبرد شما اگه قوی باشید روی 3 و 4 مگابایت باشید، پارازیت هم که میدن باز شما بعضی وقتا تصویرهایی میبینید، ولی روی یوتلسات که پارازیت میدن قطعش میکنن و خیلی بدجور میشه. یاست حالا شفافترین تصویر رو داره. من عربسات و نایلسات اینا رو هم صحبت کردم، ولی در کل به نظرم میرسه که یاست معذرت میخوام به نظرم میرسه که یاست اویلیبل تره، در دسترس بیشتر هست. اولا با یه دیش کوچک میشه گرفتش، ستلایت مستقیما رو اون منطقه زوم کرده و رو اونجاست و من تصویراشو که دیدم، شما 2.5-3 اگر باشی تصویرها خیلی شفافه. بعد اگر روی یاست بریم یه مشکل پیدا میکنیم، مسئله اروپاست، بینندگان ما در اروپا. یاست گفته که یه بیم مخصوص اروپا دارن که در 2-3 ماه آینده راه میفته. در مورد آمریکا همونطور که بهتون گفته بودم، هموطنانی که ما رو در امریکا میبینن اکثرا روی GLV میبینن یا رو جادو یا از طریق اینترنت، و خب GLV با اون امکانات وسیعی که الان داره میگذاره، به خصوص اون بخش ویژه که شما میتونید به اصطلاح دیدن آن دیمند، یعنی برنامه رو که میخواین انتخاب بکنید ساعتشو براتون حفظ میکنه. حالا این برنامه رو ما خواهیم داشت و شما خواهید دید. تعدادی هم روی اینترنت میبینن، یعنی میرن روی ایران فردا لایف و روی اینترنت یا روی فیسبوک یا سایت ما نگاه. من جزو برنامه هم هست در سال آینده، بعد از اینکه موضوع ایران و خاورمیانه‌مون حل شد، ما بیایم روی آتلانتیک برد یا روی تلستار 5 که آمریکا و کانادا رو هم بپوشونیم برای میلیون‌ها هموطنی که اونجا هستن و به این تلویزیون علاقه دارن. من گاهی اوقات هموطنانی از کانادا یا آمریکا زنگ میزنن با چه شوقی برنامه‌ها رو دارن می‌بینن. به این ترتیب من قول بهتون میدم تمام تلاش ما بر اینه که هر روز ایران فردا بهتر بشه
شما رو بیشتر راضی کنه، رضایت شما جلب بشه و در این حال تصویر بهتری داشته باشید. حالا اجازه بدید من خیلی هم پرحرفی کردم، بریم و شکوه ها، محبت ها، انتقاد ها، هر چی هست، هر چی میخواهد دل تنگت بگوی، گوش بدیم. سانسوری در اینجا وجود نداره. هموطن عزیزم، سراپا گوشیم. سلام آقای نورداده، خسته نباشی. این جشنهای 2500 ساله، مراسم جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی برامو پخش کن. یادت نره آقای نورداده. آقای نورداده، این مراسم انقلاب 50 هم برامو پخش کن. از چهارمحال بختیاری تماس میگیرم. خدا حافظ. درود بر بختیاری عزیزم، ایلی که سر تا پا احترام به این ایل هستم. همه گاه دلاور بودن تو طول تاریخ در بزنگاه ها با مردان برجستشون، با زنان برجستشون نقش مهم بازی کردن. حالا یه وقت مشروطه بود، یه وقت در برابر بیگانگان ایستادن، یه وقت سردار اسعدشون جلو بوده، یه وقت زندیات شاپور بختیار، یه وقت هم ملکمون سریا اسفندیاری. در هر حال چشم دوست عزیزم، حتما این کار رو میکنه. هموطن بعدی. الو، درود بر شما آقای نوریزاده. آقای نوریزاده، به خدا تو ایران بچه ها به حق بزرگ رحم نمی کنن. یعنی زندگی بزرگتر رو می دزن از پنهون می دن به بچه ها می فروشن. خون دلیم، به خدا خون دلیم، دست زر نکنه. درود بر شما، برنامه خیلی خوبی داری که ما شما می کنیم. سپاسگزارم. گمان میکنم این بانوی هموطنم کرمانشاهی بود. عزیزم، وقتی شما نگاه میکنید در کشوری پایه های اخلاق از ریشه کنده میشه، دروغ، فریب، تظاهر جای تمام اخلاقیاتی رو که بهش اعتقاد داشتیم میگیره، مروت و جوانمردی رخت بر میبندن. من چند تا نکته رو براتون بگم، بانوی گرامی حتما به یاد میارم، من برای جوان ها میگم. ببینید، در خانواده ها هر کدوم از آدم ها جایگاه خاصی داشتن. کسی که عنوان پدر بزرگ داشت رئیس خانواده بود، مادر بزرگ یه جایگاه خاص داشت، عمه خانوم، خاله خانوم، دایی، اینا هر کو عموجان، اینا جاهای مخصوص خودشون داشتن، حرمتشون نگه داشته میشد. عید نوروز که میشد دیدار با اینها یک وظیفه بود. ما وقتی منزل پدر بزرگم میرفتیم، همه خاله ها و دایی ها، شوهرها، همسرها، همه اونجا بودن، بچه ها. یه دفعه 200 نفر آدم اونجا بود. این حرمت گذاری بود. اینا همه چی رو از بین برد. ببینید، رژیمی که به مادر میگه بیا بچه‌تو لو بده به من، و مادری که میره بچه‌شو لو میده اعدامش کنن، پدری که میشه ملا حسنی نمیره بچه‌شو نجات بده، یا میشه محمدی گیلانی، دونه دونه اینا رو دیدیم دیگه. وقتی اینا انسانیت و عاطفه پدر و فرزندی ندارن، اون وقت میخواید معلمان خوبی باشن که به فرزند یاد بدن حرمت بزرگترتو بگذار. نه، چون خودشون بی حرمتن، چون خودشون انسانیت ندارن. بسیار متاسف شدم از پیامی که شما دادید، از این دردی که دلتون رو آزار میداد. میشنویم پیام هموطن بعدی. سلام آقای نوریزاده، آقای دکتر نوریزاده. من چون بازنشسته هستم و دیگه سن من بالا رفته، خیلی خیلی نیاز مالی دارم، ولی متاسفانه دیگه کسی ما رو به قول معروف کار جای دیگه نمیگیره. مراسم پذیرایی فلان بهمان میرم دیگه، اونم دیگه پام قوت نمیده. مساجر هستم با هزار، در بقول معروف، بقول قدیمی ها صورت واسیلی سرخ میکنیم آقای دکتر.
انشالله که موفق باشین. خیلی برنامه‌تون جالبه، واقعا سرگرم کننده است. همیشه هم من اسمس دادم اون هفت اقلیم، کلن آهنگاتون ناب ناب تمیز میپوشین، خیلی سرحالین، خیلی قشنگ مسالت. خب دیگه خیلی ممنونم خواهر عزیزم از محبتی که داشتی و متأثر هستم از این که چنین حالتی شما دارید. ببینید، من اغلب هموطنانی که به سنین بازنشستگی رسیدن یا هول و هوش 50 و بالاتر هستن میبینم که چه رنجی میکشن، برای اینکه بعضن به یادشون میاد، برمیگرده فکر میکنه خب 35 سال پیش در خانه پدرش و به عنوان یه جوان آغاز کارش چه جایگاهی در جامعه داشت، چه آینده پیش روش بود و اینها که اومدن چه آینده‌ای براش، چه آینده‌ای هست براش. بازنشسته شده، 800 هزار تومان بهش میدن، 1 میلیون تومان بهش میدن، با این 1 میلیون تومان چه کنه؟ خانم میگه من مستاجرم، طبیعتاً باید 2/3 این پول رو برای اجاره بده یا نصفشو بده، که من باورم نمیشه. حالا چقدر باید نقد بدید بعد اجاره بدید که بتونی خونه رو رهن بکنی؟ حتما در این سن و سال داماد داره، عروس داره، آبرومنده. و میخوام بگم چیزی که در جامعه ما ایجاد شده، این بیرحمی که این نونوار شده ها، دوست عزیزی به من میگفت مملکت از این نظر در بدبختی که دست نونوار شده ها افتاده، شاگرد دوچرخه فروشی که شده سلش کرد، شده وزیر، شده مسئول فلان اداره مالی، طبیعتا از او چه انتظاری داری؟ گوش میدیم پیام هموطن بعدی. الو آقای نوریزا، سلام، من هستیم، از ایران زنگ میزنم. شماره من هست 0919 104. شماره رو بگیرید بعدش صحبت بکنم. بله، بعد از شمارهشون رو میشنویم اگر صحبتی داره. میبینید اینجا سانسور، اینجا سانسور وجود نداره. میریم هموطن بعدیمون رو گوش میدیم تا تهیه کننده من چک کنه. میگم ما اینجا واقعا بدون سانسور، نخواستم بدونید که اینا بدون سانسوره. لطفاً شماره تلفنتون رو روی پیام نگذارید، به جهت اینکه خب ما نمیدونیم بعدا چه اتفاقی میفته. اعلام هم کنید اول پیامتون، بگوید این پیام برای پخش نیست یا برای پخشه. ما اون وقت باورتون نمیشه. قبلا خب میشستیم چک میکردیم، گفتم نه، فکر کنید برنامه زنده است و مردم زنگ زدن دارن حرف میزنن، همه رو گوش بدیم. اونجایی که دیدیم اگر حرف نامربوطی است یا اگر مسئله ای است که به ضرر اون هموطن ما تموم میشه، اونجا قطعش میکنیم. میریم بیننده بعدیم. آقای نوریزاده، همیشه از پدر این آقایان لاریجانی، برادران لاریجانی که ایران را مثل سرطان در دست گرفتن تعریف کرده، امانی آخوند. من تعجب میکنم یه پدری که 5 تا قاتل دزد تو بشقه بگیر به ملت ایران تحویل داده، نمیتونه یک انسان خوبی باشه، چه آخوندش با عمامه یا آخوند بی عمامه. شبتون بخیر. دوست عزیزم، مرحوم میرزای آملی مولایی بود، بسیار آخوند خوشنفسی بود، بسیار آدم تارای طبع لطیف و خیلی طنز پرداز. یعنی در میون آخوندها تنها کسی که جوک میگفت و آناکدوت و اینا ایشون بود. این آقازاده ها دلیل بر این که این آقازاده ها امروز اینجوری می، البته منهای یکیشون فاضل، این آقازاده ها، او فاضل خب با اینا متفاوته مقدار، این آقازاده ها تو کوچه پس کوچه های نجف بزرگ شدن. وقتی هم که اومدن ایران در واقع مثل یه ایلین بودن، مثل یه آدم بیگانه در یه محیط جدید. خب محمد جواد که رفت خارج، باقر
رفت دانشکده پزشکی، فاضل ادبیات، آقای علی آقا هم که همینجور. انقلاب که شد پدر اینا اصلا نه تو کار اومد نه شغلی گرفت، گوشه خونه بود، ولی بچه ها اومدن. خب آقای علی آقا داماد آقای مرحوم مطهری بود، آقای آقا صادق داماد آقای وحید خراسانی بود، اینا افتادن توی شغل و مقام و بخصوص تو اطلاعات سپاه و محمد جواد رفت وزارت خارجه. شما نمیتونید بگید چون ما تو تاریخ چقدر داشتیم، پدر چه آدمی بوده یا فرزند چه آدمی بوده. خب مگر مظفر رو نداریم در شیراز؟ بعد پسر شاه شجاع رو داریم، بیا که دولت منصور پادشاهی و منصور رو داریم. و بنابراین این نیست که پدر چون بد بوده پسراش هم بدن، یا پدر شما فتلی شاه رو داری پسرش عباس میرزا میشه، یادمون باشه. و به نظر من نباید به خاطر فرزندان پدر رو ملامت کرد. پدرش آخوندی بود، یه سفره میداخت و لقمه نونی بود اینا میخوردن، مرحوم شریعت مداری هم مراقب پدر بود. اینها چه شدن بماند برای وقت دیگری که در باب لاریجانی ها من صحبت. درود بر بیننده بعدیمون، میشنم. سلام بر همه شما جناب آقای چالنگی. برنامه‌ای که دارین الان پخش میشه آقای محمدی صدایشون نارساست. اگه ممکنه خواهش کنم ازتون دستن در کارا تو لندن یا توی لس آنجلس این مسئله رو برطرف کنن. قربان شما. سلام به جناب آقای نوریزاده هم عرض میکنم. خلاف شما. درود بر شما. دوست عزیزم اگر صدای آقای محمدی مقدار گاهی اینطوری، آقای محمدی مصائب بزرگی رو متحمل شد و در این حال قلبش ناراحته. گاهی اوقات واقعا خودشو وقتی میکشونه به استودیو من خجالت میکشم با چه سختی میاد و در نتیجه گاهی صداش به اون حد بلند نیست. شما یه ذره صدا رو بیشتر کنید. در حال امیدوارم که این مسائل رو بر ما ببخشه. همین که محمدی فرزندش آدم از دست بده، خودش دچار بیماری قلبی باشه، عمل کرده باشه، عصا دستش بگیره و بیاد در استودیو، چون خودشو مسئول میدونه و میگه من وظیفه دارم در برابر مردم، اگر چیزی میدونم بیام روشنگری کنم. بنابراین چراغ محمدی همیشه روشن با. دوست بعدیمون. دوست بر شما. افتخار میکنم به خودم، میبالم اگه این پیغامو جناب دکتر نوریزاده گوش کنن یه جوابی هم برای من بفرستن. من به اجبار تلویزیون رو نگاه میکردم، البته یه سری شبکه ها رو، شبکه شما رو که نگاه میکنم کلی چشمم به حقایق و زندگی باز میشه، ولی یه سری شبکه ها هستن که از جناب دکتر خواهش میکنم که در مورد اینه یه وقتی بذارن صحبت کنن راجع به این سریال چرت مستحجنی که همش هم ترکیه ایه و یه حدثی انگار پشت این هستش که این سریال ترکیه ایه به شدت مستحجن بدون معنا و مفهوم دارن به خورد ملت ما میدن و اینی که چه عواملی قراره که بعد اینا اتفاق بیفته، اینا حتما جناب دکتر بحثی کنکاش و بررسی بفرمایند و یه سری آگاهی بدن. خیلی ممنون، متشکرم. سپاسگزارم دوست عزیزم. زمستان آغاز شد. یک نکته رو براتون بگم. چند شب پیش من همینجوری اتفاقی تلویزیون آریانا افغان رو دیدم. آریانا قبلا در خارج بود، یه ساعت برنامه داشت، الان تو افغانستان 24 ساعته. طلوع تلویزیون های متعدد اومده، تلویزیون حزب وحدت، تلویزیون وابسته به جمهوری ولایت فقیه، تلویزیون خراسان، تلویزیون متعدد. نگاه کم دم نوشته بود بولیوود آورز، ساعت بولیوود، آهنگای هندی پخش میکرد و یک ساعت تمام رقص هندی، آهنگای هندی.
بعد دیدم سریالای هندی چقدر تلویزیونای افغان پخش میکنه. چرا؟ چون سریال فارسی رو که پخش میکنه جو مصیبت، بدبختی، گریه، عشق، هر کدوم نگاه میکنین، اگه یکم بخواد یه طنز و کمدی و داستان عشقی بذاره جلوش گرفته میشه دیگه. داستانای پلیسیشون همش راجع به کلاهبرداریه. داستانای دیگه شونم بدبختی، فلاکت، روزخونی، عزاداری، از این چیزا. طبیعی است این سریال رو تو افغانستان دیدن نمیخوام ببینن، ترجیح میدن برن هندی رو ببینن، ساز و آواز و موسیقی و عشق و جوونی و زیبایی. ترکا شناختنی، تولیداتشون برای بازار کشورهای عربی رو ترکا یه وقت تسخیر کردن. الان آقای اردوغان با این سیاستش یه مقدار منفور شد. سه سال پیش، چهار سال پیش تمام سریالای ترکی در 22 کشور عربی پخش میشد. حریم سلطان بیروت میذاش، این کانالش، بعد اون کانالش، بعد مصر میذاش، بعد سوریه میذاش. چی بود؟ فهمیدن که اینا احتیاج به غذای روحی دارن، خب بیان زرق و برق و زیبایی و زنای زیبا اینا رو بذارن جذابیت پیدا میکنن. الان در مورد بازار ایران هم همینجوره. شما ببینید بیننده ایرانی رو منع نکنید، هیچ ماموریتی هم در کار نیست. کانال های تشخیص دادن، کار تجاری میکنن، ولی در این حال میخوان کارشون هم زیبا باشه. تشخیص میدن اون بازار اینو میخواد. مگه سریال کره‌ای تو ایران نشون نمیدادن؟ یا همین کانالای بیرون فارسی وان بود مثل اینکه، یا یکی از اینا سریال کره‌ای، یا زندگی کره‌ای چه مشابهتی با زندگی ما داره؟ ولی مردم خوششون اومده بود و سریال کره‌ای میدیدن. یه وقتی هم زمان آقای خمینی اون اوشی بود که نزدیک بود بچهای تلویزیون سرشون به باد بره. حالا چون رفته بودن مردم پرسیدن زن نمونه شما چیست، به جای فاطمه زهرا گفت اوشی بود دیگه اسمش فکر میکنم. حالا الانم اگر کانالی میاد سریال ترکی میذاره مشتری داره، ولی نمیذاره. اون کانال ادارش از طریق آگهی هاشه، اگر مردم ببینن اون آگهی ها اعتبار داره، پس مردم اون سریال ها رو میبینن. سریال هم انواع مختلف داره. یکی که حریم سلطانه که دیگه به نظر من زیادی کشش دادن و اصلا دیگه آدم جذابیتی برای دیدن نداره. ولی یه سری سریال های دیگه از پلیسی، قصه‌های عشقی، خب اینا رو مردم دوست دارن چون محیط شبیه به محیط خودشونه، یه مقدار روابط عاطفی و غیره، غذا و دکور و این چه شبیه متا ولایت فقیه بالا سرشون نیست. زنه راحت میاد میشینه، به کسی دوست داره ابراز علاقه میکنه، مرده همینطور، و مسائلی که تو این سریال هست. من لبنان مثلا نگاه میکنم سریالایی که درست میکنن، بعضی عربا که این همه سینمای پیشرفته داشتن الان تقلید میکنن سریالای ترکی رو. بنابراین تا بازار نباشه اون برنامه نمیاد. حالا ممکنه شما بگید اینا سلیقه مردم رو تغییر میده، خب وقتی عزیزم نیست، وقتی تو تلویزیون جمهوری اسلامی همش گریه و مصیبت و بدبختی، تو سریالاشون هم اون دختر بود تو فیلم ستایش، دیگه سریال ستایش دیگه یه آدمو چیکار باید میکردن؟ مبالغه آمیز، غلو آمیز، پدر شوهر اونجوری چیکار باید یه دختر رو میکردن؟ اصلا خودشون هم نمیدونستن هی بر آبغوره گیری بیفزاین. به همین دلیل عزیزم یه مقدار مردم احتیاج به شادی دارن، احتیاج به عاطفه و عشق دارن. ممنونم. هموطن بعدی آقای نوری‌زاده سلام. من از زمانی که شما در گویا اون عصر جمعه با علیرضا نوری‌زاده رو داشتید شنونده برنامه شما بودم. تازه اونجا فهمیدم که سردبیر مجله ایران امروز بود. چی بود؟ امید ایران که خواننده اونم بودم در نوجوانی. به هر حال خیلی وقته که ارادت دارید. میخواستم بگم در زمینه این برنامه تفسیر خبر جمعه ها که اونم از زمانی که در صدای آمریکا پخش میشد دنبال میکردم،
یک ایرادی که داره اینه که لحن آقای چالنگی با شما و آقای سازگارا یه حالت چالشیه، انگار که شما مثلا مسئولیتی دارید در جمهوری اسلامی یا مقامی هستید اونجا و ایشون شما رو به چالش میکشه و این لحن یه مقداری تصنعی و ناراسته. اگه بخوایم بگید بهتر نیست به صورت گفتگوی دوستانه یه سه نفر که هم عقیده هم هستن کما بیش این برنامه رو اجرا بکنن تا اون لحن پرخاشگرانه که نسبت به شما آقای سازگارا دارن که راست هم نیست. نکته دومی که شما گفتید از اول نوامبر رو هاتبرد هنوز نشده، قضیه چیه؟ خیلی ممنون، متشکرم. سپاسگزارم دوست من. گفت اول دومی رو میگم، خوشبختانه در ابتدای برنامه توضیح دادم برای کانال هاتبرد یا یاسر. اما من قبلا هم در مورد کار آقای چالنگی گفتم، جمشید چالنگی کار بسیار سختی رو داره. ببینید شما، او نمیتونه همینجوری بشینه در مقام یه گوینده ساده گوش بده، هرچی ما میگیم میگه مرسی تشکر، نه. او باید یه وقتا چالش بکنه تا این میدان مباحثه جالب بشه. ممکنه من آقای سازگارا در خیلی از قضایا با هم هم عقیده هستیم، اما خیلی جا هم هست ممکنه عقاید متفاوتی داشته باشیم. ذوق جمشید در اینه که میتونه اون تفاوت‌ها رو بیرون بکشه و این به نظر من نه مستحجنه نه بد، خیلی هم خوبه. همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید ما دارای روابط دوستانه بسیار خوبی هستیم، اما نظم برنامه یا نظام برنامه یا خواست برنامه این باید باشه که هرچه بیشتر چالش و هرچه بیشتر بحثا داغ بشه تا از درون اون بحثای داغ اولا عقاید درست و دقیق مهمان برنامه بازگو بشه، تو تعارفات و لعاب نمیدونم جملات پنهان نشه و در این حال با رویارویی حقیقت میاد بیرون. من در واقع بر این باورم که گوینده فقط نباید بشینه گوش بده و یه سوال مطرح کنه بعد بگه بفهمید میدون مال شما، نه، باید گهگاهی بیاد اون تلنگر رو بزنه، اون نشتر به هوشیاری رو بزنه و اینا بعضا خیلی به جا هم هست. ممنونم ازتون. هموطن بعدیمون. الو، سلام علیکم. میخواستم از برنامه‌هاتون خیلی تشکر کنم و ممنونم از اینکه همه برنامه‌های خوب می‌ذارید و ممنونم از آقای نورزاده که واقعاً اطلاعات خیلی قشنگ و به روزی رو میده و باعث آگاه‌سازی مردم میشه. واقعاً ازتون ممنون و ممنونم. خدا نگهدار. سپاسگزارم دوست عزیزم، جز لطف چیزی نبود. در نتیجه من حالا یه خواهش که ازتون دارم، وقتی که شما تلفن میزنید سخته میدونم بالا از راه دور از ایران، ولی محبت کنید وقت تلفن میزنید در کنار این ابراز لطف همیشگیتون به من و همکارانم، اگر نظری راجع به برنامه خواستم دارید عنوان کنید، اگر پیشنهادی دارید، اگر به آهنگهای ویژه دل بسته اید، اگر ساعات برنامه رو در رابطه با مسائل هنر مثلا کم میدونید یا علاقمندید برنامه سیاسی بیشتر بشه، اینا رو وقتی میدید ما وقتی با همکارانمون میشینیم و بحث میکنیم کمک میکنه به ما. شما هر چه نظر به اون، برای چی ما این کارو میکنیم؟ شما در این تلویزیون میبینید ما نه آگهی داریم نه درآمد خاصی داریم، اسپانسرشیپه و در نتیجه تمام تلاش شما اینه که رضایت شما جلب بشه. هموطن بعدی، من یک آزادی هستم، خواستم سلام کنم با آقای نوریزاده بگم یا شاسین یلداش واقعا که برنامه هایی چوخ یافتیدی، خدا تو رو زنده نگه دار، قربان لم سنه. من اسمم قربان علی. سپاسگزارم هموطن آذری من، یا شاسین آذربایجان و یا شاسین همه آذربایجانی. اینقدر خاطره خوش دارم از آذربایجانی ها و آذربایجان و چقدر برای من دلپذیره. مرحوم پدرم یه منشی داشت، آقای قیتانچیان، خدا رحمتش کنه، رحیم قیتانچیان، به قدر این خط زیبایی داشت. روز اولی که اومد محضر پدرم، جوانی بود
یکی از دوستان پدرم این مدت در محضر او بود، ولی میگه او امکانشو نداشت، اومد محضر پدرم. خیلی سریع تمام میدون در دست گرفت، یعنی تمام کارهای محضر رو میکرد. 5-6 تا منشی زیر دستش بودن، سندها رو مینوشت، تنظیم میکرد، خیلی هم وارد بود. خط بسیار زیبایی داشت و اهل تبریز بود. چند برادر بودن، برادرها همه انسانهای خوبی. یکی از برادرها عینک سازی داشت که میرفتم گاهی برای عینکم چشمم اونجا. و آذری بود، خیلی هم بهش علاقه دارم، صدای خوشی هم داشت. خدا رحمتش کنه، چند سال پیش درگذشت، دچار ناراحتی هایی شد و درگذشت. جوونم بود، صدای بسیار خوشی داشت. و یک بار کرج بودیم، این شرکت حیدر بابای شهریار رو آواز خوندن. اصلا من یادم نمیره، این توی ذهن من. بعد فکر کنید پدر بزرگ مادری من مرحوم عبدالله چیتکر آذربایجانی، ننه مریم خانم عظیمی که تایه ما بود، بزرگمون کرد، آذربایجانی. و این صدای ترکی در گوش من، و بعد مصاحرت خواهر با آذربایجانی، تمام اینا ازدواج، بالا بگم لغت عربی به کار برد، در واقع مصاحرت اونا با خواهر من، اینها همه باعث شد این زبان ترکی و این آواز و آهنگ آذری در گوش. تا اینکه با حسین خانشهری تهیه کنندم در رادیو با هم رفتیم تبریز و رضائیه ارومیه امروز، و یه برنامه ویژه‌ای گرفتیم، 3 ساعت جنگ از آذربایجان، دو پاره آذربایجان غربی و شرقی، که در اون پسر ستارخان رو دیدیم. اتفاقا من اشاره کردم نوادهشون به من تذکر داد که درسته پسر ستارخان که فامیلشون سردار ملی بود، حمام هم داشت همونجور که شما گفتید، ولی سرهنگ هم بود، درسته، و یگانه کسی بود که بهش اجازه لقب سردار ملی رو دادن. و با اینکه گفتن در دوران فرقه دموکرات با اونا همکاری کرد، ولی شاه او رو بخشید و همیشه مورد احترام. با او صحبت کردیم، منزل استاد شهریار رفتیم، جنگ عجیبی شد. نمیدونم حسین عزیز اونو داری یا نه، 35 سال از حسین، 36 سال بیخبره. در حال ما خیلی دلمون در تبریز مانده، اون تبریز و ارومیه و زنجان و اردبیل و تمام اون خطه، همه اون خطه از قطور بگی تا خوی، که وقتی از اروپا میمدم اونجا، یا وقتی رفتیم منزل حجت الاسلام حججی، هنوز انقلاب نشده بود، یا آخوندی بود خیلی خوب که لندنم اومد، همسرشو بیمار بود، برای بیماری قلب آورد، ما اینجا دیدیمش، رفتیم میانه منزلشو. حالا هم که شنیدم ایشون عضو مجلس خبرگان، در مراقم حجت الاسلام ارومیان بودن که حالا جز علمای بزرگ خبرگانن، و این آقای مدحی که اومده بود بیرون تو دفتر ایشون کار میکرد. باری بریم هموطن بعدی، خیلی حرف زدم. با سلام خدمت تمامی کارکنان و هنرمندان ایران فردا، از سوئد خدمت شما زنگ میزنم. خیلی مشتاق بودم که زودتر زنگ بزنم، ولی خب نشد، ولی الان سعادتی پیدا شد. فقط میخواستم که از شما به خاطر برنامه خوبتون و با کیفیت بالا فوق العاده تشکر کنم. جدا بدون اغراق میتونم کیفیت ایران فردا رو با CNN یا کانال های تلویزیون دیگه، BBC World و بقیه چیزا میشه کیفیتمون رو مقایسه کرد. همچنین با تشکر زیاد از برنامه آقای نوریزاده که خیلی متنوع و آگاهی دهنده است، و همچنین آقای اسداللهی. امیدوارم که روز به روز موفق و پیروز باشید. برای همه شما آرزوی سعادت و شادی دارم، موفق باشید. سپاسگزارم هموطن عزیزم. تا الان هرچی شنیدید از ایران بود، خب قشنگ بود، یه هموطن رو از سوئد لطف کردن و نظرشون رو دادن، سپاسگزارم عزیزم. همه تلاش ما بر این خواهد بود که شما رضایت بیشتری داشته باشید. میریم و به حرفای هموطن بعدی گوش میدیم. سلام، خسته نباشید. خواستم برنامه خیلی خیلی خوب آقای نیروزاده تشکر کنم، واقعا دمت گرم، ممنونم که ما رو روشن میکنید. خدا به نظرم بچه آبادان بودی، فکر میکنم
اون دمت گرم رو به گونه گفتی که نمیدونم یاد آبادان افتادم، یاد اون منطقه. توی شعرم گفته بودم دریا قبول ولک جان، دریا قبول اون، اما جنوبی ساده میهانه را به خانم آندرسون ترجیح میداد. اون زمان پیتون پلیس بود خانم آندرسون، بله بله، جنوبی ساده با به قول آل احمد قوطی ایرانول، روغن ایرانول سیم میکشه و میکندش کمونچه. درود بر جنوبی های عزیزم که اینطور از ایران عزیز حمایت کردن، از عرب های ایرانی آزاده و دلاور. هموطن بعدی. سلام آقای نوریزاده، فقط زنگ زدم بگم من به همه اهل ایران واقعا از ته دل دوست داریم. شمایی که این همه روشنفکر چید و همه چیز رو واقعا جز به جز به مردم ایران رو آگاه میکنی. با تشکر، خداحافظ. سپاسگزارم دوست عزیزم. ای کاش واقعا همونطور که شما میگید آبرو و اعتباری نزد هموطنانم داشته باشم که بتونم باشون صحبت کنم. ممنونم ازتون. هموطن بعدی. سلام، خسته نباشید. اینی که میگن که ایران فردا روی یوتل ست پارازیته، این دروغه، چرا که کل شبکه‌هایی که سیاسی روی یوتل ست هستن همه واضح و شفاف هستن و یه عده میخوان با در واقع ایجاد انحراف باعث بشن که این تغییر پیدا کنه، بیاد رادبت و رو هاتبت راحت اینو بزنن. به نظر من تغییر اشتباه 100%. لذا به نظر من ماهواره یوتل ست ایران فردا از روی ماهواره یوتل ست برداشته نشه بهتره. خداحافظ، متشکرم. ممنونم. میبینید نظرها رو دیگه حتما احتیاج به نقطه نظرهای شما ده. من اصلا نمیدونستم یه هموطنم چنین اظهار نظری کرده، ولی خواهش میکنم روی بخصوص مسئله یاست ما رو آگاه بکنید تا چه حد و چقدر وسعت داره و شما میتونید به راحتی یا راحتی بیشتر بگیریدش. هموطن بعدی. الو، سلام آقای نوریزاده. الان شما دوشنبه ساعت 7:10 تقریبا به وقت تهران برنامه دارید میگید این آبجی زینبا میان زنها رو یک کتک زن. من اسم خودم زینبه، از وقتی هم که خودم شفایم به خودت من زینبه. از سال 68 که به دنیا اومدم اسمم زینبه و 14-15 سالگی ضد این رژیم آخوندا بودم و واقعا هیچ، خودم هم مانتوی کوتاه میپوشم، لباس رنگ موقعا که چادر میپوشیدم بدم میمد از حجاب اجباری. و این که شما میگید آبدیت شما فقط نیست، من خیلی میشنم که این شبکه های خارجی همش به این زینب و ابرو پیوسته ها توهین میکنن. افهم نکنم اسمم شانسی زینب هم ابرو هم پیوسته است. زینب تا حالا به زنی گفتم موتو بیار جلو، نه چادر سر کسی به زور کردم، نه کسی رو کتک زدم. خودم با وقتا این اسید پاشی هم به سر 97 زنگ زدم، هم سعی کردم تو تظاهرات شرکت داشته باشم. با چه وقت اسامی توهین نکنم، اسم زینب یکی اسمش رقیت. الان تو انقلابم خانم شیرین عبادی، شیر خانم آبجی شیرین بهش بگیم چی بگیم، اون جلوی شاه در من خمینی حمایت کرد. والا سیمین دانشور بود که میگفت لچک میپوشم مگ و شاه میگم شاه داره خمینی بیاد. هیچ زینب نامی من ندیدم بیاد از خمینی حمایت کنه موقع انقلاب. ممنونم خواهر من، راست میگویید، راست میگوید. اگر من چنین خطایی کردم ازتون پوزش میخوام و از همه خواهران و هموطنان من که اسمشون زینب، نه ما اگر اینو گفتیم به خاطر یه اصطلاحی است که باب شده بود. من حداقل نباید این اشتباه رو میکردم. درست میگید شما، هرگز من نباید روی اسم تکیه میکردم. کاملا درست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوریزاده، تا هفته آینده همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.